با درود خدمت شما شنوندگان عزیز با سری برنامه های موسیقی در مسیحیت در خدمت شما هستیم از حامد جان میشنویم ادامه مپس من هم درود عرض میکنم خدمت شما برادر سیامک و همه شنوندگان محترم برنامه ما تا این بخش از برنامه در مورد مباحث مختلفی در موسیقی در مسیحیت و پیدایش سازها موسیقی غرب مدهای کلیسایی صحبت کردیم در این فصل در مورد موسیقی ایران و مسیحیت صحبت کردیم از موسیقی کهن شروع کردیم و گفتیم تفاوت داره ما موسیقی دستگاهی داریم و موسیقی کهن ایران تو این بحث میخوایم بیشتر در مورد موسیقی دستگاهی صحبت کنیم اصطلاحی که اکثرا استفاده میشه به موسیقی دستگاهی میگن موسیقی ردیف این چطور شکل گرفته اول با این آشنا بشیم و بعد ارتباطش رو با دنیای مسیحیت با هم به گفتگو میپردازیم در موردش چرا به موسیقی دستگاهی میگن موسیقی ردیف در اصل ما هفت دستگاه داریم که تقریبا میتونم همون اشاره بکنم به مدهایی که مثل مدهای کلیسایی که لحنهای مختلفی دارن اگر بخوام براتون بشمارم میشه شور، ماهور، همایون، سگا، چهارگاه، راست پنجگاه و نوا حالا اینها چجوری به وجود اومدن؟ ببینید در زمان قاجار یک نوازنده تاری بوده که البته تار نقش بسزا و مهمی توی موسیقی سنتی دستگاهی داره و داشته شخصی بوده به نام علی اکبر خان فراهانی ایشون همت میکنن و میگن که ما تا الان از گذشتگان چیزی به صورت مکتوب در مورد موسیقی به ما نرسته و هر چیزی است سینه به سینه است و احتمال اینکه اینها از بین برن یا تغییر کنن به مورد سال که قطعا تغییر داشته هست و شروع میکنه حالا این دقیق موسخ نیست که آیا تمام شهرها رو میره یا درگیر شهرهایی که خب موسیانها ها بیشتر توش فعالیت داشتن اونجا شروع به تحقیق میکنه شروع میکنه ملودی های کوچیک کوچیکی که هر کسی بلد بوده تا اون زمان حالا یا کوچیک بوده یا بزرگ بوده یا شعر داشته یا ریتمیک بوده هر چیزی میومده پیش ای که دوستش میگفته مثلا فلانی شما چی از قدیم بلدی به اضافه چیزایی که خودش بلد بوده و سعی میکنه یک رپرتواری داشته باشه حالا در طول زندگیش موفق به اتمام این پروژه نمیرسه و بعدا این پروژه رو محول میکنه به دو پسرش به نام میرزا عبدالله و آقا حسین قلی این دو بزرگوار که حالا اسم میرزا عبدالله خیلی بیشتر به گوشه کسانی که توی موسیقی سنتی محقق هستن و گوش میدن طرفدارش هستن و دومال کنندن بیشتر به اسمش خوده به نام ردیف دستگاهی میرزا عبدالله به احتمام فعالیت پدرش شروع میکنه اینها رو بیشتر جمع کردن و میرسه به یک تعدادی مثلا به طور مثال حالا تعداد دقیقش الان من یادم نیست ولی مثلا میگیم هزار تا آهنگ های کوچیک 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 بعد این آهنگ ها رو خب همه رو با تار میزده مثلا میرفته پیش یکی میگفته چیه اون با تار میزده که بتونه حفظش کنه چون نه وسیله برای نوشتن داشته نه علمی برای نوشتن داشتن اون زمان و نه وسیله برای رکورد یا ضبط صدا همه رو, رو روی تار پیاده میکنه یعنی ما میتونیم بگیم بیس اصلی تمام موسیقی دستگاهی ما تار بعد این ملودی ها رو میذاره شروع میکنه به بررسی مثلا بذاره روی یه کاغذ شروع میکنه اسمان رو نوشتن بعد میبینه این ملودی ها هر چندتا توی یک حال و هوایی نسبت به بقیه ملودی ها هست و اینها رو به ردیف های مختلف در میاره از این بابت به اینها میگن ردیف یعنی مثلا یک ردیف میونه این ملودی ها اکثرا شبیه همن گام یکی دارن پرده بندیاشون شبیه همه و حال هوای شبیه به همو دارن اینا رو میکنه تو یک ردیف و به اون ردیف میگه دستگاه مثلا دستگاه همایون یک سری های دیگه شکل دیگه دارن به اون میگه دستگاه ماهور نوا و به همین شکل هفتا دستگاه شکل میگیره علتی که بهش میگن ردیف موسیقی ایرانی یعنی این ملودی ها به ردیف در حالا اینکه دقیقا ما همه اون ملودی با اون اصالتی که باید باشه به دست آوردیم احتمالش خیلی ضعیفه و اینکه این ردیف دو دستگی داره خب ردیف موسختریه اکثرا سراغ مرجع سراغ ردیف میرزا عبدالله میرن و این شکل دستگاه ها درست شد در ادامه یک سری ملودی هایی بودن که توی یک ردیف قرار گرفتن ولی تعدادشون نسبت به بقیه ردیف های دیگه خیلی بیشتر بود و هر کدومشون هم در دل خودشون غیر از اون تشابهی که با ردیف اصلی داشتن به صورت مجزا چندتا تا چند تا هم با هم شباهت داشتن و از گذشته هم اینها رو مثلا کنار هم اجرا میکردن و میشنیدن میاد یک سری ردیف ها و دستگاه های کچکتری رو تولید میکنه که اسم اونها میشه آواز، دستگاه یا مایه اگر یک جایی مثلا میشنویم مثلا قطعه فلان در مایه یا آواز یا بیات دشتی صحبت از دستگاه ها یا اون ردیف های کوچیک کوچیکه که خودشون در دل ردیف بزرگی بودن به نام ردیف شور دستگاه ها یا آواز ها متشکل از پنج ردیف شدن به نام آواز دشتی آواز ابو آواز افشاری آواز بیات ترک و آواز اصفهان این هم دستگاه های کوچیک کوچیکی بودن که ملودی ها توی اون قرار می گرفتن و در دل دستگاه بزرگتری به نام دستگاه شور بودن این سرگذشت ردیف و چرا بهش میگیم موسیقی دستگاهی بعد میایم فرم موسیقی ما یک خواننده داشتیم همیشه توی موسیقی که اون به دو صورت ملودی اجرا میکرده یک بدون ریتم که اصطلاحا بهش میگن آواز البته این آواز با اون دستگاه و بیات و آواز تفاوت میکنه آواز یعنی اینکه بدون ریتم باشه و یک ملودی آزاده یا به شکل ریتم و همراه با آهنگ که به اونها میگن تصنیف و ما یک رپرتواری داشتیم برای اجرای موسیقی سنتی که اول خواننده شروع میکرد به اجرای درآمد درآمد چیه درآمد اولین گوشه یا اون آهنگ های کوچیک که در ردیف 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 شدن به اونها میگن گوشه اولین گوشه از هر دستگاهی یعنی اولین آهنگ کوچه که دستگاه ماهور ملودی که ماهور شکل گرفته و باعث تولید رپرتوار ماهور شده بهش میگن درآمد یعنی من دارم میگم که الان میخوام تو چه گامی اجرا بکنم به چه صورته درآمد در توسط ساز و خواننده اجرا میشده در ادامه به خاطری که از اون حال هوا و خستگی بیاد بیرون و به قدری هیجان بدن به کار یک قطعه ضربی یا چارمزراب اجرا میشده قطعه چهار یک خصوصیت داشتن این که از اسمش هم پیداست سرعت توشون بالا بوده یعنی یک قطعه بوده که تکنیکی بوده و تعداد نوت های زیادی و تکرار های زیادی داشته و اون هیجان رو به مخاطب میداده مثل مثلا اگر مثال بذارم مثل چارمزرا به سبا مثل چارمزراب به خزان استاد مشکاتیان مثل چارمزراب به حسین علیزاده یا چارمزراب به محمد لطفی و ما در موسیقی دستگاهی آهنگسازهای خیلی بزرگی داشتیم و چارمزرا به وجود چارمزاربای متعددی داریم که حالا میتونید گوش کنید و ازش لذت ببرید در ادامه دوباره وارد مرحله خواندن آواز توسط خواننده بودیم که منظور از موسیقی بدون ریتمه این موسیقی اجرا میشد و دوباره برای اینکه حالا هوا عوض بشه در آخر برای اختتامی یک قطعه ای که ضربی بوده و به همراه کلام که تصنیف گفته میشه تصنیف اجرا میشده بعد از یک دوره برای اینکه اصولا تصنیف ها با حالت خیلی یواش ریتم های خیلی یواش و ملودی های غمگینی بوده اکثرا این قضیه اجرا شده در آخر یک قطعه شاد خیلی کوتاه هم می اومده برای اینکه فرم و عوض کنه به اونها میگفتن رنگ که عموما رنگ ها در ریتم 6 و 8 قرار می گرفتن. این تقریبا میتونم بگم توضیح کوتاهی از موسیقی دستگاهی و فرم موسیقی بوده خیلی از توضیحاتت ممنون حامد جان به پایان برنامه رسیدیم شنوندگان عزیز شما را تا برنامه بعد به دستان پرجلال خداوند میسپاریم خدا نگهدار امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد اگر در مورد این برنامه سوالی دارید میتوانید با شماره واتساپ 2031